دوستان عزیز با سلام، با تشکر از آقای یزدان خداوندلو از آلمان، این موقع شب میان وقتشون رو در اختیار من و شما قرار میدن تا اون چیزهایی رو که یاد گرفتن با ما به اصطلاح در میون بذارن و مغز ما رو یه مقداری به کار بندازن، ما هم بریم دنبال این تکنولوژی، دنبال این سوالات و از همه مهمتر آسیب شناسی. آسیب شناسی خیلی مهمه. اینجا بهش میگن ترابل شوتینگ اگه اشتباه نکنم. وقتی یه اشکالی هست یه جایی، میرن اون اشکال رو اول باید پیدا کنی تا بتونید درستش کنید، و الا همینجوری بشینیم هم مثل این دوستانی که اسم خودشون رو کمپوزیسیون گذاشتن، امروز سبز میشن، فردا سکولار میشن، یه دفعه از عربستان سعودی حاجی میشن، این میشه همین که 37 سال آخوندا سر کار موندن. و خیلی جالبه که من با آقای یزدان خداوندلو وجوهات مشترکی داریم. این آقای خداوندلو میگه این آخوندا رو دست کم نگیریم. من باز هم سلام میکنم به ایشون، میکروفون رو در اختیارشون میذارم. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان بفرمایید. درود بر شما آقای سوروی، بینندگان و شنوندگانتون ممنونم. امروز قبل از وارد شدن به مبحث نانوتکنیک یک اشاره‌ای بکنم به این موضوعی که شما کردید. ما در پزشکی سیستمی داریم به نام درمان و پیشگیری. وقتی که مثلا این مثلا کی مطرح شد، اون زمانی مطرح شد که مالاریا اپیدمیش رشد کرده بود، بعد پزشکان در جستجوی اینی که چرا این مردم دارن مالاریا میگیرن، اینو بررسی کردن، دیدن که ناقل این مالاریا یک حشره است و این حشره در یک باتلاق زندگی میکنه، در اونجا تخم گذاری میکنه و اونا بلند میشن میان روی بدن حیوانات و انسان ها میشینن برای خون بکیدن، چون این حشره خونخوار است. و همه موقعی که داره میره این ویروس مالاریا و این که دارن تزریق میکنه. بنابراین اینا در این حال که مریض رو درمان میکردن به فکر این افتادن که چکار بکنن که اینو جلوی این اپیدمی رو بگیرن. گفتن خب میریم اون باطلاقه رو خشک میکنیم. باطلاقه رو خشک کردن، دیدن که بله این بیماری ریشه‌کن شد. حالا ما هم در آسیب شناسی ابتدا آسیب رو باید بشناسیم و تلاش بکنیم پیشگیری کنیم، چرا که نسل انسان مانند حیوانات اون کدهای وراثتی که برای سیر و سلوک زیستن نیازمنده از مادر به ارث نمیبره. فرزند انسان وقتی که به دنیا میاد ذهنش کاملا خالیه و باید آموزش ببینه، و آموزش فرزند انسان هم مثل آموزش بوزو و حیوانات دیگه یا پلنگی که بچه‌اش رو 6 ماهی با خودش میبره شیوه های شکار رو یاد میده نیست، طولانیه. خب حالا شما در نظر بگیرید که جامعه نظام اجتماعیش به هم بخوره و آموزش صورت نگیره، فرزندانی که تولید میشن ذهنشون خالی میمونه و ذهن خالی محلی میشه برای رشد اوهام، برای رشد خرافات، و همین خرافات هستش که مورد استفاده ادیان قرار میگیره. بنابراین ما اینجا هر بار انگشت به روی یکی از این مسائل میگذاریم که ببینیم چگونه دارن عمل میکنن. خب شما بحثی ندارید در این زمینه؟ نه، فقط من به یکی از دوستان به نام محسن انجلسی بگم که اگر میخوان صحبت کنن اینجوری هی پشت سر هم روی فیسبوک چی نوشتن کار درستی نیست، و اگه این کار رو ادامه بدن من مجبور میشم بلاکشون کنم. اینا باید یاد بگیرن اگه یه جایی یه تریبون آزاد هست از اون آزادی به نحو احسن استفاده کنن، نه چون آزادی هست یه بلیت بخرن برن تو سینما فریاد بزنن آتش آتش، بعدم که مردم گرفتنشون پلیس اومد بردش بگن آقا این که آزادی نیست. در صورت بفرمایید بله، پس باید مشکل رو بشناسیم، ببینیم از کجا سرچشمه میگیره، و اتفاقا در رابطه با این مالاریا مربوط به آب و البته سرچشمه نیست، اون مرداب یا باطلاقش رو رفتن خشک کردن، و ولی هنوزم که هنوزه همه جای دنیا این مشکل مالاریا همین تازگی ها این زینک چیه این خیلی ترسناک شده.
ولی خب مرداب هر جا که باشه مالاریا رشد میکنه. بله. این هستش که یکی از کارهای دیگه ایم که برای چیز با مقابله با این مرداب رشد این حشرات موزی دارن میکنن، شایسته نیستش که مرداب خوش بکنن. ما مثلا من قبلا یه طرحی داده بودم، ما یه مرداب گاوخونی داریم در منطقه اصفهان که بسیار پهناوره. اگر در تابستون که این آب نشست میکنه و خوش میشه، یک اون سیلابی که اومده اونجا رو چی میکنه، مواد معدنی بسیار عالی رو با خودش میاره و در این گودالهای این مینشونه و بعد این آب بخار وقتی که میشه، اون زیر یعنی اون روی زمین مواد معدنی بسیار عالی برای کشاورزی هستش، برای باغداری هستش، برای جو و گندم و یونجه عمل آوردن هستش و اینو میتونن همه این بچه هایی که بیکار هستن رو بگن برین اونجا با بیل از اون جمع بکنیم بریزیم توی کامیون ببرید توی زمینهایی که مستعد نیستش، زمین شوره، بریزید اونجا و زمین کشاورزی ایجاد کنید. نمیخوان این کارا رو بکنن. و بعدم شما در نظر بگیرید، من طرح داده بودم، گفتم که این زمین باتلاق رو میتونن چندین متر این خاک رسوبی هستش و سالها مونده اونجا و رشد کرده به بسیار چیزای ماده عالی هم خاک بسیار عالی. این اگه به اندازه مثلا زمین فوتبال اینطوری گودش بکنن و خاکش رو بردارن ببرن برای زمین برای مصارف کشاورزی، اونجا گود میشه و اون گودار باعث میشه که شما میتونید برای پرورش ماهی ازش استفاده کنید. یعنی شما برید از شیلات از این ماهی های کوچیک 2-3 سانتی که هامگارن برای پرورشی بیارید بریزید اونجا، در طول بهار و تابستون باید این ماهی ها همه جمع میشن توی اون زیر آب که 6-7 متر ارتفاع داره، اون با این که خنکه طول روز که هوا گرمه اونجا میمونن، بعد غروب که هوا خنک میشه میان بالا، تمام این حشرات و لارپا و مگس ها و این چیزهایی که در مرداب هست اینا شکار میکنن و میتونه به یک مرکز و ممر درآمدی برای چیز خوراکی جامعه بشه. منتها نمیخوان روی اینطور مسائل کار کنن و زحمت بکشن و برنامه ریزی کنن. ما یه دولت ملی نیازمندیم که این طرح ها رو به اجرا در بیاره. خب بپردازیم به نانوتکنیک. قبل از اینه که من به نانوتکنیک اشاره کنم، شما به این شعله نگاه میکنید؟ بله بله. جرقه میزنه و گاز شعله برمیشه. بله بله. تمام این مبحث نانوتکنیک بر اساس همین نور استوار هست. این نور. نور یا اون جرقه؟ نه این نور. بله بله. اوکی. حالا اون جرقه هم یک چیز شعله بسیار کوتاهی هست و بر مبنای این نور استوار هست. بله بله. خب شاعران مذکر ما درباره این نور و شعله و شمع و پروانه اروا رود درازی بسیار کردن، اما ما فرصت اینه پیدا نکردیم یا زمینه های بنیادینش فراهم نشد که همین این نور رو بتونیم بشکافیم که از چی ساخته شده. این نور که فیزیکدان ها رفتن غربی ها شکافتنش، این دارای رفتار ذره‌ای و موجیست. بعضی ها گفتن ذره‌ایست که در ساختار فتون حرکت میکنه میاد به دستگاه عصبی چشم ما میرسه، بعضی گفتن موجیست. خب بر اساس همین این اطلاعات توانستن نانوتکنیک رو به وجود بیارن. خب حالا نانوتکنیک چی هست؟ یعنی همین این که اینترنت بر مبنای همین نانوتکنیکه که ما داریم ازش استفاده میکنیم. نانوتکنیک، یک نانو یک میلیاردم متر است، قطر یک مولکول 2 نانو، طول پیوندهای کربن و فاصله میان 2 اتم 12-15 نانو، کوچکترین باکتری 200 نانومتر. و برای درک مفهوم اندازه یک نانو مثالی بزنیم، مثل یک تیله در برابر کره زمین است.
واژه نانو از ریشه یونانیه نانس به معنی کوتوله، شاخه ای از فیزیک کوانتوم در ابعاد کوچکتر از میکرون بر بنیاد خاصیت موجی و ذره‌ای نور استوار گشته که در 4 قرن پیش از میلاد دموکریت فیلسوف یونانی اولین بار واژه اتم را در تعریف ذرات و بنیادین ماده الکترون، پروتون، نوترون به کار برد. از این رو ایشان را پدر فناوری نانو می دانند که دستاورد درخشان انقلاب نوین صنعتی غرب در حوزه‌های گوناگون علمی که با شتاب در حال توسعه است و از سال 1980 میلادی در طراحی ساختمان‌های مدرن، مصالح مقاوم، انعطاف پذیری مواد، دوام طولانی و توانایی بیشتر نسبت به مصالح سنتی است و به رشته های مهندسی مواد، پزشکی، داروسازی، دامپزشکی، زیستشناسی، شاخه های مختلف فیزیک، ابزارهای نیمه رسانا، مهندسی مکانیک، فناوری برق و شیمی خدمات تحصیل برانگیز ارائه می دهد. کاربرد فناوری نانو در ابعاد اتمی، دخل و تصرف، دستکاری در آرایش اتم و مولکول‌ها جهت تغییر ساختار، توسعه پایدار، بازدهی بیشتر، واکنش سریع‌تر، بهینه‌سازی مواد، تولید ابزار نقشی درخشان ایفا می‌کند. می‌تونید اون که تصویر نانوتکنیک رو نشون بدید که ساختمان کربن رو داره نشون میده؟ بله بله. و دستاوردهای فراوان این فناوری در تولید، انتقال، مصرف و ذخیره‌سازی انرژی با کارایی بالا تحمل شگرف در سطوح گوناگون ایجاد کرده. از این رو دست‌اندرکاران و محققان علوم نانو در تلاشند با استفاده از این فناوری به آسایش و رفاه عمومی در درون و برون ساختمان با یافتن مصالح جدید با کیفیت مطلوب، صرفه‌جویی در هزینه ها، کاهش مصرف انرژی و در نهایت به توسعه پایدار دست یابند. فناوری نانو تغییرات مثبت در استفاده از منابع طبیعی و تصاب آلوده شهری را کاهش و نیاز بشر به عناصر کمیاب را برطرف می کند و با کاستن آلاینده ها محیط زیستی سالم فراهم می کند. من در اینجای توقف بکنم. چند ماه پیش من در تلویزیون اینجا یه فیلمی دیدم که آمریکاییانشون می دادن از یه کارخونه که این فاضلاب شهری رو برداشتن می برن توی اونجا تجزیهش می کنن و روی این فلیسپان داشت میرفت و اینا رو از این ماده فاضلاب شهری پشم درست میکنن و لباس های بافندگی از این با لباس های پشمی درست میکنن. چرا میتونن پشم درست کنن؟ چرا که رفتن ساختار نانوتکنیک، ساختار اتم رو شکافتن، دیدن که مثلا در بنزن یه دونه نیتروژن اونجا هست، 4 تا هیدروژن اون برد، 4 تا عناصر دیگه. اینا رو وقتی که جا به جا میکنی ساختمان مواد به هم میخوره. خب در این پسابی که از شهر داره تولید میشه دارای مولکول هست و هر مولکول دارای ساختمان اتمی است و اون اتماش رو اگر جا به جا بکنن اون الکترون ها رو مواد جدید میتونن درست بکنن. و چون پشم رو هم ساختمان اتمیش شکافتن دیدن که مثلا چگونه اون آرایشات در اونجا صورت گرفته، این مواد جدید رو طبق اون الگو آرایش کردن و پشم به وجود اومد. اینو تلویزیون آلمان نشون داده و در آلمان اینجوری؟ بله، من در تلویزیون آلمان دیدم. امروز هرچی گشتم دنبالش نتونستم توی اینترنت پیدا بکنم. بله. اینو داشت تلویزیون آلمان، نه تلویزیون آمریکا داشت نشون میداد. بله. حالا که صحبت از تلویزیون شد، یکی از دوستان میپرسه که از آقای خداوندلو بپرسید که
ملاها تا دیروز سینما، تلویزیون و رادیو را حرام و نجس می دانستند. چگونه شده که بعد از انقلاب به این سو چهار دست و پا به آن چسبیدن؟ و اگه میشه در رابطه با ساختن فیلم محمد رسول الله توسط آمریکا و نمایش آن در سطح وسیع اون هم یک سال قبل از انقلاب صحبت کنیم. خیلی سوال خوبی کردم. من اتفاقا خیلی دوست دارم که شما اگر نظری دارید ابتدا شما نظر بدید، بعدا من در انتهای این مقاله که اگر وقت باقی مونده باشه من مطلبی رو میخونم درباره شستشوی مغزی که در واقع شکل دادن افکار هست. نظر من اینه که اتفاقا تو برنامه خودم هم گفتم که با آقای خداوندلو باز یک وجه مشترک دیگه پیدا کردیم و اون اینه که این دوستان مخصوصا شاه اللهی طرفداران سلطنت، چون چند تاشون دکترا و مهندسی گرفتن اینها، فکر میکنن که دیگه به اصطلاح مادر علوم شدن و همه چی رو میدونن و هی به آخوندا میگن اینها چون توی حوزه ها رفتن و اینها بی سوادن و احمقند و اینها، ولی میبینیم که اینها 38 سال دارن دنیا رو بازی میدن و دیدم که شما برای من نوشتید که اینها همچین احمقی هم نیستن و فکر میکنم طبق همون که احمق نیستن اینها مثل دگرزیستان خودشون رو عوض میکنن با شرایط موجود و ما دیدیم و شنیدیم مثلا سر رابطه پول و اینها میشه بند رو حروم میکنن، بعد با زدن تو چایی حلالش میکنن. این تلویزیون هم اون موقعی که دیدن تلویزیون بر علیه اونها داره استفاده میشه حرام بود، ولی وقتی که دیدن اینها میتونن ازش به عنوان وسیلهی برای تبلیغ و رفتن توی خونه های مردم استفاده کنن، تقریبا مثل مساجد ازش استفاده کردن. این نظر منه و همین نشون میده که اینها اونجوری هم که بعضیا فکر میکنن احمق و کمهوش و عقب افتاده نیستن، یا اگر هم هستن اقلا بلدن که از وسایلی که دارن حد اکثر استفاده رو ببرن. این نظر من. خیلی جالب همه مسائل رو شما گفتید و من فقط این مطلب رو اضافه بکنم که سیاست آخونها بر اساس همون که میگن نرخ رو نون رو به نرخ روز میخورنه، یعنی در دوره قبل از انقلاب در زمان شاه که رسانه های عمومی در اختیارشون نبود، خب طبیعتا تلویزیون و رادیو و سینما رفتن رو نجس میدونستن، ولی الان وقتی که همه چی در اختیارشون میبینن که این چه رسانه قویه توسط تلویزیون، رادیو و سینما و تمام صوتی و تصویری میتونن اون چیزی ری که میخوان در ذهن مردم بریزن. امروز واقعا ملت افغانستان اگر در نظر بگیریم به مراتب مذهبی تر شدن تا 50 سال پیش. چرا؟ برای اینه که تمام رسانه ها در اختیارشونه و اینا رو دارن شستشوی مغزی میکنن. من در اون انتهای این مقاله به شستشوی مغزی اشاره میکنم. خب بپردازیم به ادامه مطلب. ایران و فناوری نانو. ایران در سال اخیر رشد چشمگیری در حوزه فناوری نانو کسب کرده و بر اساس داده های بانک اطلاعاتی استتنانو در سال 2015 یعنی سال پیش تعداد 130623 مقاله در حوزه فناوری نانو به چاپ رسیده، یعنی در کل جهان، که 1.6% نسبت به سال 2014 رشد داشته و 9.6% مقالات مربوط به فناوری نانو از کل مقالات سال 2015 را به خود اختصاص داده، یعنی ما ایران. بانک اطلاعاتی استتنانو اعلام کرد رژیم اسلامی با انتشار 6160 مقاله در حوزه فناوری نانو در سال 2015 رتبه هفتم جهان در حوزه تولید علم نانو را به دست آورد و از فرانسه، انگلیس و روسیه پیشی گرفت. ما اگر اغراق نکنیم و به تبل ناسیونالیسم هم نخواهیم بکوبیم، این واقعیتی هستش که در ایران داره اتفاق بیفته، چرا که شهروند جامعه ایران که الان 80% اهالی ایران زمین در شهرها متراکم شدن
عموما باسوادن و تحصیلات عالی دارن. بنابراین این آمار اغراق نیست بلکه مفهوم واقعیت. خب مبحث بعدی که بر اساس همین نانوتکنیک استوار هست اینترنته. اینترنت چیست؟ اینترنت مخفف اینترکانتیننت نتورکس، شبکه‌ای به هم پیوسته و بزرگترین سامانه الکترونیکی جهان که توسط متفکرین غرب طراحی و از قوه به فعل در آمده است. میتونید اون تصویری که اینترنت رو نشون میده آبیه؟ بله بله، شبکه جهانی اینترنت بر بنیاد نانو تکنیک نشون میده. بله همون بنیاد این شبکه عظیم جهانی از اجزاء سخت افزاری به همراه سامانه ای از لایه های نرم افزاری. شما آیسار میتونید این سخت افزاری و نرم افزاری رو توضیح بدید؟ والا توی تعریف کامپیوتری که اینجا یاد گرفتم، هاردویر یا همون سخت افزار چیزی که به عنوان یه پروگرام شما روی کامپیوترتون نصب میکنید کار میکنه. سافتویر یا نرم افزار چیزیه که توی کامپیوتر شما نصب نمیشه، یک جایی هست در فضای مجازی ولی به شما اجازه استفاده از اون رو میدن ازش استفاده کنید. این چیزی که برداشت من از کاری که انجام میدم. بله درسته. شما ببینید این کامپیوتر که از ماده تشکیل شده این سخت افزاره. بله. متأ برنامه‌ای که تعریف کرده و میتونیم ما توسط این با شبکه جهانی ارتباط پیدا بکنیم اون نرم افزاره. کتاب ساختمانش که از کاغذ تشکیل میشه، این کتاب، این در واقع سخت افزاره. اما اون چیزی که در درون این به نگارش در اومده نرم افزاره. و به هیچ تعریفی هم میتونیم بگیم سخت افزار پیکر مادی داره، نرم افزار پیکر معنوی داره. حالا اینجا همچین هم معنوی نیست بلکه نوری و موجی و صوتی است. بنیاد این شبکه عظیم جهانی از اجزای سخت افزاری به همراه سامانه ای از لایه های نرم افزاری که مکانیزم آن را کنترل می کند تشکیل شده و به دهه 1960 در دوران جنگ سرد باز می گردد که سازمان نظامی آمریکا جهت تحقیق و ساخت شبکه نافذ جاسوسی سرمایه‌گذاری و بنیاد ملی علوم آمریکا سبب شد تا مشارکت جهانی آغاز کند. و از اواسط سال 1990 اینترنت به یک شبکه همگانی و قولاسای جهان شمول تبدیل شد تا جمعی فعالیت بشر روی زمین تحت کنترل و نظارت در کوتاه زمان با کمترین هزینه قرار گیرد و در پیامدش وابستگی انسان قرن 21 به اینترنت در مقیاسی عظیم حکایت از آغاز یک دوران تاریخی نوین در عرصه‌های گوناگون فناوری، نحوه تفکر، شستشوی مغزی با متدهای پیچیده روانی می‌کند و شواهد و قرائن نشان می‌دهد آنچه اینترنت برای بشر خواهد کرد تنها عدد و رقم ناقابلی است که تا کنون به واقعیت تبدیل شده، به نحوی که این سامانه جهانی توسط رایانه‌ها برای ارتباط با یکدیگر استفاده می‌کنند. به عبارتی اینترنت امپراتوری شبکه هاست، یعنی شبکه در شبکه و در قولاسای باراش نشسته که از میلیون ها شبکه خصوصی، عمومی، دانشگاهی، تجاری و دولتی در ابعاد محلی کوچک تا بسیار بزرگ جهانی تشکیل شده که با آرایه وسیعی از فناوری الکترونیکی و نانوتکنیک به هم متصل شده. اینترنت در برگیرنده منابع اطلاعاتی و خدماتی گسترده است که برجسته ترین آن وب جهان گستر و رایانامه هستند. سازمان ها، مراکز علمی و تحقیقاتی و مؤسسات گوناگون نیازمند دستیابی به شبکه اینترنت برای ایجاد یک وبگاه، دستیابی از راه دور VPN
انجام تحقیقات و استفاده از سیستم رایانه هستند و بسیاری از رسانه ها ارتباطی سنتی مانند تلفن، تلویزیون نیز با استفاده از اینترنت متحول شده و می رود که در هم ادغام شود. شاید هم بسیار ادغام فعلا شده. و خدمات جدید در اختیار انسان قرن 21 گذارد. اینترنت اشکال جدیدی از رابطه بین انسان‌ها توسط پیام رسانی فوری، تالار گفتگو و شبکه‌های اجتماعی به وجود آوردش. نمونه‌اش همین گفتگویی که من با شما با 5-6 هزار کیلومتر فاصله با هم دیگه داریم انجام میدیم به وجود آورده و نظریات من و نظارت مرکزی شبکه شاکلی اینترنت اشکال جدیدی از رابطه بین انسان‌ها توسط پیام رسانی فوری، تالار گفتگو و شبکه‌های اجتماعی به وجود آورده و نظارت مرکزی شبیه شاکله خدا از بالا، همینجوری می گفتن خدا از بالا داره می‌بینه بالا، اینا هم توسط اینترنت و ماهواره‌ها از اون بالا همه چیز رو حاصل هستن. شاکله خدا از بالا بر احوال بشر و البته شیطانی تر از اون ایجاد و در صدد گسترش آن و بر مبنای استقبالی که شهروندان سال 1994 از اینترنت فیسبوک و شبکه های موازی به عمل آوردن گسترشی فراوان یافت و در سال 1996 استفاده از واژه اینترنت معمول شد. و در این مورد جولیان آسانج گفت، این جولیان آسانج من چند روز پیش به شما معرفی کردم، یه مرد فراری بود که رفتش یرمش روسا با بعد اونجا، بله، گفت فیسبوک مخوفترین ماشین مدرن جاسوسی جهان. حالا بعدا شما میتونید نظرتون رو درباره حرفی که ایشون زده بگید. اولا چیزی بله. از دوستان سوال کرده که باید بگیم نانو تکنیک اور نانو تکنولوژی. من فکر میکنم نانو تکنولوژی. حالا شما نظرتون چیه؟ و ما هم اسمشو گذاشتیم فناوری نانو دیگه. بله، این آقای آسانج هم یکی یکی این روزا معلوم میشه که اون چیزایی رو که گفت و افشا کرد درست بوده و با وجود این که خب هر انسانی بالاخره خطا هم کرده، ولی اون پاپوش هایی که میخواستن براش درست کنن فعلا مثل که هنوز موفق نشدن و زورشون نرسیده. اتفاقا از همین جمعه فیلم اون آقای سنودن را هم میخوان نشون بدن که آقای چیز درست کرده، فیلم های خوبی میسازه، که اون آقای آمریکایی هست که الان به روسیه پناهنده شده و میگه همین آسانج هم در نزد روسا هست. بله، این فکر کنم رفته توی یک سفارت گواتمالا یا یک کشور به اصطلاح اکوادور، یکی از این دوتا. در هر حال شما در نظر بگیرید، من فکر بکنم، نظر من قبل از اینکه مطلب ایشون رو بخونم، نظر من اینه که این آسانج این نظری رو که داده شبیه نظر واتیکان میمونه. واتیکان هم ابتدا وقتی که این اینترنت به وجود اومد یه واکنش بسیار منفی نشون داد و گفتش که این اینترنت باعث میشه که رابطه حضوری انسانها رو قطع بکنه و مردم در خونه هاشون بشینن و این روابط از میان بره. بعدا گفتن که نه آقا، این یه پدیده ای هستش که الزاماً باید به وجود بیاد و توسط همین هم اتفاقا خیلی روابط ساده تر میشه. شما به جای اینکه مثلا برید تو کوچه دنبال یه دوست دختر بگردی، تو همین فیسبوک هزارها دختر هست که میتونید باهاش تماس بگیرید، بعدم برید در آن اونجا هم دیگه رو ببینید. خب آسانج میگه فیسبوک مخوفترین ماشین مدرن جاسوسی جهان. جولیان آسانج مؤسس ویکیلیکس در مصاحبه با شبکه خبری راشای تودی مال روسا گفت فیسبوک صاحب عظیم‌ترین بانک اطلاعاتی اسامی افراد و سوابق مردم جهان است و در آن کاربران داوطلبانه پرونده زندگی خود را تقدیم سرویس‌های امنیتی جهان می‌کنند. و غافل از اینکه این شبکه اجتماعی برای استفاده سازمان‌های جاسوسی همه کشورها که به اینترنت وصل هستند ایجاد گشته و همه بدانند وقتی اسامی، آدرس، محل سکونت، شغل، دوستان و
رایگان برای سازمان‌های جاسوسی آمریکا و سایر کشورها خدمت کرد. و البته من مدعی نیستم که فیسبوک توسط سازمان جاسوسی آمریکا اداره و کنترل می شود، اما آنها به این اطلاعات به راحتی دسترسی دارند که نشان دهنده خطرناک بودن این شبکه اجتماعی است و صنعت رسانه زباله‌دانی است که سبب وارونه جلوه دادن حقایق به عموم مردم می شود و برای جلوگیری از جنگ ها و واژگونی دولت های فاسد کمترین خدمتی انجام نمی دهد. و به عقیده من، یعنی آسانش، رسانه ها به طور کلی پدیده بسیار بد و باید این سوال را از خود بکنیم که آیا جهان بدون وجود آنها تبدیل به مکانی بهتری می شود؟ نظر شما چیه آقای سوربی؟ بله، در رابطه با فیسبوک حتی سازمان جاسوسی آمریکا گفت که ما چیزی رو که قبلا باید ساعتها وقت و پول خرج میکردیم تا بفهمیم، امروز بدون اینکه از آفیس بیرون بیایم میتونیم تحقیق کنیم درباره هر کسی و یا خودش این اطلاعات رو به قول شما دو دستی تقدیممون کرده یا دوستانش نوشتن. اتفاقا در رابطه با فیسبوک که شما گفت، یعنی آسانج میگه که کمکی نمیکنه به آزادی مردم، فیسبوک ادعا میکنه که حتی میخواست یه ستلایت بفرسه برای اینترنت مجانی به کشورهای آفریقایی و خاورمیانه که دو هفته پیش این ستلایت اصلا منفجر شد به طرز عجیبی و خیلی ها میگن یک دسیسه است، موقع سوختگیری منفجر شد، حدود 200 میلیون دلار گویا این آقای چیز پول گذاشته، همین صاحب فیسبوک. ولی در رابطه با اینکه هر چیزی رو، هر وسیله‌ای رو من و شما میتونیم ازش استفاده خوب ببریم یا استفاده یا ضرر برسونیم، حتی چاقو که یه وسیله خیلی ساده است، می‌بینیم که در دست یک پزشک جون انسانی رو نجات میده ولی در دست یک آدم مست و دیوانه ممکنه چندین نفر رو هم به اصطلاح صدمه بزنه یا بکشه. بله، بسیار خوب، آفرین. ببینید آیه، برای اینی که این مخارج این سازمان های جاسوسی کم بشه، یه مثالی برای شما بزنم. شما شاید یادتون باشه در ایران سالهای 1360-61 دولت برای اینی که میخواست ببینه که این افراد کجا هستن، چون برای اینی که این شبکه های ترور رو نمیدونم چیز مجاهدین و چیزهای دیگه، عموما مجاهدین اینا، ببینن کجا هستن، اومدن یه طرحی به نام موجر و مستجر را انداختن. هدفشون هم در ادعاشون این بود که بله، ما میخواییم ببینیم که چند تا موجر داریم، چند تا مستجر داریم، مستجرها چقدر درآمد دارن و ما چگونه میتونیم به اینا کمک بکنیم و از این حرفا، که البته هدف این نبود، فقط دونستن این هستش که کی در کجا هست. بنابراین تمام موجرها مستجراشون رو میبردن تو کمیته محل معرفی میکردن و کمیته محل یه پرونده عظیم درست کرد درباره فرد ما در ایران. همین پرونده رو هم همین آلمان داره، یعنی من تمام اطلاعاتم در اختیار آلمانه، حالا با عکس واقعی، اسم واقعی، در فیسبوک هم شرکت کردم، هیچ ترسی هم از این ندارم. چرا؟ ریگ در کفش ندارم، چیزی ندارم مخفی کنم، مال کسی رو نخوردم، روی حساب هستش که هیچ اشکالی نداره. من در پاسخ به آقای آسانج میگم، در پاسخ باید بگوییم که فیسبوک مثل هر ابزار یک وسیله است که اگر از آن درست استفاده شود مفید و اگر در اهدافی پلید به کار رود البته مضر است. همطور که شما هم گفتید، چاقو یک وسیله است، در آشپزخونه میتونه مفید باشه، سیب زمینی پیاز پوست بکنه، اما در دست آدم جانی میتونه باعث قتل بشه. این بستگی داره که کی اینو استفاده بکنه تحت چه اهدافی. خب، اما چگونه میشود آن را کنترل کرد، یعنی همین فیسبوک چگونه میشود کنترل کرد؟ آیه سوربی، اونا کنترل دارن میکنن دیگه، چگونه نداره. اگه منظورتون ما چگونه کنترل کنیم،
یعنی بخش منفیشو چگونه باید کنترل کرد که باعث سوء استفاده نشه. شما چند وقت پیش داشتیم میگفتید که بله همین فیسبوک باعث شده که آدم کشی میشه، دزدی میشه، خیلی راحت برنامه میریزن توسط همین فیسبوک و میارن و این کارا رو دارن میکنن. چه کار باید بکنیم که این بخش منفی اون رو بیاریم پایین؟ فقط اینه مردم بیشتر بدونن راجع بهش و خودشون رو محدود کنن، اون چیزی رو که نمیخوان کسی ازش سوء استفاده کنه اونجا قرار ندهن. مثلا من به خیلی از دوستان میگم تاریخ تولد حقیقیتون رو روی فیسبوک نذارید. و مثلا این اشتباهی بوده که اینها شروع کردن، حتی فیسبوک اگر تاریخ تولد حقیقی رو شما میذاری نباید نشون بده. صبح تا صبح 10 نفر میفرستن امروز تولد شماست، یا 10 نفر میگه تولد اونهاست. به نظر من خود این یه درجه کمک میکنه به اونهایی که میخوان اطلاعات شما رو بدزدن تا بتونن ازش کردیت کارت استفاده کنن یا هر سو استفاده دیگه. یعنی این وسیله‌ای شده برای اونها یه جورای خودش آدم خودش رو محدود کنه که اطلاعات رو هر جا عروسی و عکس و اینها هی چپ و راست نذاره اونجا. خب ببینید آقا، مسئله اینه که فیسبوک این محدودیت ایجاد میکنه، شما معول میکنیم به خود افراد. افراد طرز فکرهای متفاوتی دارن، ما نمیتونیم به افراد بهیم بگیم که همه تو اونگونه باید باشه. خود فیسبوک وقتی که یه همچین رسانه ای رو داره میندازه باید تدابیری رو میکنه. مثلا شما در نظر بگیرید در فیسبوک 2 گونه افراد خودشون رو معرفی کردن. 1 گونه افرادی هستن مثل من و شما، اسم حقیقی و عکس حقیقیمون هم، تاریخ و تولد و اسم و همه چیزمون هم اونجا گذاشتیم. یه تعدادی هم هستن که اسمشون جعلی، تصویرشون جعلی، اطلاعات هم اصلا اونجا ندارن. و طبیعی هستش که فیسبوک باید به من و شمایی که با عکس حقیقی و حتی من شماره چیز پاسپورتم رو هم براشون فرستادم و اونام تشکر کردم که پاسپورت حقیقی من در دولت آلمان، اینجا پناهنده آلمان هستم، اینجا زندگی میکنم. خیلی خوب، ولی با این افرادی که پشت این تصویر و این اسم جعلی مخفی شده و معلوم نیست کیست، با اینا باید برخورد کنه. حالا اگر بخواد با اینا برخورد کنه بگه که آقا از فردا باید اسم و عکس واقعی بگذاری، میلیون ها نفر از اعضای فیسبوک ریزش میکنه و در بورس جهانی قیمتش میاد پایین. پول در اینجا حاکمه، درسته؟ بله بله. خب بریم سراغ شستشوی مغزی که اینجا من میخواد پاسخ بدم به اون سوال شما. در این حال هم اون مسئله، شما توجه دارید که در آستانه انقلاب یه سال قبل از اون یه فیلمی محمد رسول الله رو در ایران در سطوح مختلف یا 60 سینما در سرتاسر ایران برای ماها از سالها پخش میکردن. همین بود که آقای آنتونی کوئن نقش حمزه رو بازی میکرد. بله، شما در نظر بگیرید این در زمان اعلی حضرت اونجا اتفاق افتاده بود. این فیلم رو 3 سال 4 سال قبل شروع کردن ساختن و 1 سال قبل از انقلاب همون دولت هوشمندی لازم رو نداشت و ازش رو آوردن در سطح وسیع پخش کردن. بعضی ها رو من دیده بودم 4-5 بار رفته این فیلم نشسته نگاه کرده. خب زمینه رو مقدمات رو داره فراهم میکنه. یه من میگم اونجا شستشوی مغزی، نه، شکل دادن افکار چگونه صورت میگیره. همین فیلم که ابعاد میلیونی 10-15 میلیون نفر رفته بودن نگاه میکردن، زمینه و دو چیز مقدمات رو فراهم کرد. خب تعریف شستشوی مغزی، شستشوی مغزی یا براوینگ شینگ براوینگ واشینگ به شیوه ای از الغا و تلقینی گفته می شود که افراد، گروه ها، نهادهای سیاسی، دینی و اقتصادی جهت همسو کردن افکار انسان ها با نیت و مقاصد خود انجام می دهند. اون تصویر رو هم می تونید نشون بدید که اونجا کاخ سفید رو من انداختم که از اونجا داره با یه قیف داره خوراک میریزه تو مغز افراد. حتما. خب
انسان ها با نیت و مقاصد خود انجام میدن که شیوه های ساده تا به غایت پیچیده روانی دارد و رسانه های جمعی قوی ترین ابزار مورد استفاده طبقه حاکم برای کنترل توده هاست، زیرا به عقاید و نظرها شکل میدهد. متفکرین نخبه والتر لیپمن، این عکس این آقا را میتونید چند لحظه نشون بدید. والتر لیپمن متفکر آمریکایی در کتاب افکار عمومی توده ها را به گله سردرگم تشبیه نمود که باید توسط طبقه حاکم هدایت کردند و نخبگان حاکم را چنین توصیف نمود: یک طبقه متخصص که دارای منافع فراتر از یک محدود خاص هستند. این طبقه متشکل از کارشناسان، متخصصین و بروکرات‌ها هستند و به اعتقاد ایشان کارشناسان که اغلب با عنوان نخبگان خوانده می‌شوند، ماشین‌های دانشی هستند که نقصان اولیه دموکراسی یعنی آرمان غیرممکن، این مسئله دموکراسی را به حکومت بر مردم و مردم رو میگه آرمانی است غیرممکن، امکان پذیر نیست، ایدئالی است، اوتوپیایی است، افلاطونی است. نخبگان ماشین‌های دانشی هستند که نقصان اولیه دموکراسی یعنی آرمان غیر ممکنه شهروند همه فن حریف را با حیله دور میزنند. گله سرگردان همین اعضای جامعه پر سر و صدا و قرآن نیز کارکرد خود را دارند. آنها باید تماشاچیان علاقمند اقدامات باشند، یعنی دیگه اون مسئلهش با زور و چماق و دیکته کردن این حرفا نیست، شیوه هایی رو پیدا میکنن که ما عاشق و شیدای اون گروگانگیرمون باشیم، مثل سندروم استوکهلم که جلسه قبل من در باره صحبت کردم. این دیانت اسلامی رو توسط آموزه های محمدی چنان در ما جا انداختن که ما عاشق شیدای ابلیسمون یعنی گروگانگیرمون هستیم. ابلیس رو در کنار خودمون میبینیم اما اون رو به جا نمیآوریم، چرا که ما رو از وجود خودش پر کرده و در تصویر خودش نگه داشته، ما همزاد او شدیم. حالا اینم داره اینجا میگه، میگه که این بورژوازی که به قدرت رسیده و فئودالیسم رو هم سرکوب کرد، تکلیف مذهب رو هم که روشن کرد، حالا خودش داره میاد میگه شیوه هایی رو باید پیدا بکنیم که همونطور مثل نقش مذهب رو داشته باشه، منتها بسیار پیچیده باشه و در تمام وسائل هم استفاده بکنیم. متخصصین به بروکرات ها هستند و به اعتقاد ایشان کارشناسان که اغلب با عنوان نخبگان خوانده میشوند ماشین های دانشی هستند که نقصان اولیه دموکراسی یعنی آرمان غیر ممکن شهروند همه فریب را با حیله دور میزنند. گله سرگردان و پر سر صدا و قرآن نیز کارکرد خود را دارند. آنها باید تماشاچیان علاقمند اقدامات باشند، یعنی در آنها مشارکتی نداشته باشد، مشارکت وظیفه فرد مسئولیت پذیر است که یک شهروند عادی نیست. بنابراین رسانه های جمعی و تبلیغات ابزاری هستند که باید از جانب نخبگان برای حکومت بر عامه بدون به کار بردن اجبار فیزیکی به کار رود. یکی از مفاهیم مهم استفاده لیپمن عبارت از تولید رضایت. ببینید، یعنی میگه که وقتی که ما این تبلیغات رو طوری داریم ایجاد بکنیم که شهروند احساس رضایت کنه، اینو باید در درونشون تولید کنیم، این احساس رضایت رو تولید رضایت است که به طور خلاصه یعنی مدیریت و کنترل افکار عمومی به نحوی که پذیرای برنامه های نخبگان باشد. لیپمن
در این اعتقاد است، در این اعتقاد است که توده مردم صلاحیت لازم برای استدلال و اتخاذ تصمیمات در مورد مسائل مهم را ندارند. یعنی همون حرفی که ملاها میگن، مردم گوسفندند و ایشان شبان. بنابراین این نخبگان باید در راستای منافع خودشان تصمیم گرفته و سپس این تصمیمات را به توده ها بفروشند. مذهب بهترین و عالیترین فرمش اینو فروخت. 1400 ساله خرافات رو به ما فروختن، ثروت و هستی و همه چیز ما رو از ما گرفتن. و ادامه میدهد، هیچ کس منکر این امر نیست که تولید رضایت قادر به انجام پالایش های بزرگ است، فرایندی که طی آن افکار عمومی ایجاد می شود. یقیناً پیچیده‌تر از آن است که در این صفحات نوشته شده و فرصت کنترل و دستکاری آن برای هر کسی که این فرایند را می فهمد به صورت گسترده‌ای فراهم. بر اثر تحقیقات روانشناختی و ابزار مدرن اطلاعات، فرایند تمرین دموکراسی سختی ها را پشت سر گذارده است. انقلابی در حال وقوع است، انقلابی که به آیت مهمتر از هر نوع تغییر در قدرت اقتصاد، تحت تأثیر تبلیغات، البته نه لزوماً در معنای منفی کلمه، ثابت های قدیمی تفکر ما تبدیل به متغیر شدن. برای مثال دیگر ممکن نیست که به عقیده جزمی دموکراسی اعتقاد داشت. اینکه دانش لازم برای اداره انسانی خود به خود از قلب انسان ها برمیخیزد، در جایی که بر اساس این نظریه عمل میکنیم، خود را در معرض خودفریبی و اشکالی از ترغیب قرار میدهیم که نمیتوانیم مورد شناسایی قرار دهیم. ثابت شده که نمیتوان برای مواجهه با جهانی که در فرای دسترسی ما قرار دارد به درک مستقیم زمین یا تصادفات عقاید اتفاقی اتکا نمود. ختم جلسه. حالا اگر شما بحثی دارید بفرمایید. بسیار ممنونم از شما. فقط اجازه بدین به دوستان بگیم که اگر پرسشی دارن یا درباره صحبتایی که شما کردین نظری دارن، میتونن با فیسبوک شما تماس بگیرن و شما روی فیسبوک خیلی فعال هستید و نظر خودشون رو بگن یا پرسش خودشون رو مطرح کنن تا شما در برنامه های آینده به اونها پاسخ بدید یا درباره نظرات اونها صحبت کنید. من پرسشی ندارم چون خیلی ساده و روشن بود. فقط یه جایی شما گفتید که در 1400 سال هست که اینها دزدیدن و بردن و اینها. سوال اینه آخه مگر قبل از 1400 سال همین مشکلات نبوده با دین، حالا دینهای دیگه، و همونها بودن که چنان مردم رو ناراضی کردن که وقتی اسلام آمده و گفته دین برادری و برابری، اینها هم خیلی ساده به اصطلاح گول خوردن و باورش کردن و بعض وقتا برخلاف اون داستانهایی که میشنویم که آسیاب ها را با خون را انداختن و اینها، که من فکر میکنم یه سریش فقط اغراقه، اصلا امکان نداره. حالا کی اونجا بوده همون زمان که ببینه بشنوه فلانی اینو گفته؟ چون معمولا کسایی که حاضر هستن، تاریخ نویسا، همیشه با اونهایی که پیروز میشدن، یعنی حقوق بگیر اونها بودن. ولی خب دیگه حالا این راه افتاده و الان هم هر کسی که ادعا کنه که ضد اسلامه یک نوع اعتبار روشنفکری برای خودش میبره. ولی مسئله حتی مثلا سلمان فارسی میگن از دست آزار و اذیت این مغان زرتشتی به اصطلاح رفته بوده و دنبال اسلام و مسلمونی و حتی اون بوده که این چیزا رو درست کرده. سوال من اینه، آیا شما زمانی سراغ دارید که ملت ایران اسیر دین یا ادیان نباشه و زندگی خوب و رفاهی نسبی داشته؟ ببینید آقای صاحبی، من قبلا تو 17 جلسه قبلی
دو جلسه درباره اسلامشناسی مدرن در مقابل اسلامشناسی سنتی گفتگو کردم. در اونجا با نشان دادن کتاب ها و استدلال ها گفتم که این اسلام در عربستان اتفاق نیفتاده، بلکه در خود ایران تدوین شده، اونم بعد از 150 سال بعد از فروپاشی امپراتوری ساسانی. حالا چرا امپراتوری ساسانی فروپاشی؟ چند تا دلیل عمده داره. یکی اینه که از بیرون مدام در جنگ با امپراتوری بیزانس بود که اونا اونجا ثروتی داشتن و مرتب این قبائل شمالی رو مثل سکاها و ترکها رو ابتدا تحریک میکردن، به جان ما مینداختن. بعدها یواش یواش این قبائل عربی قسطانی و لختی که در جنوب و غرب جنوب غربی کشور ما تراکم پیدا کردن، زیاد شدن، با خریدن اونا و دادن ثروت به اونها، اونا رو یواش یواش علیه ما شوروندن. این از بیرون. و از درون هم ساختار دولت ساسانی، نهاد دین و دولت چنان در هم فرو رفته بود که مردم عادی فقط در مقام برده و بنده بودن و علت اصلی هم همین بود. یعنی اینی که به طبقات اجازه رشد بالندگی نمیداد و نارضایی و آزردگی شدید به وجود آورد و همین ناراضی و آزردگی شدید باعث شد که ما گفتیم بذار بیان بزنن. حتی در دوره‌ای که عراق با هواپیماهاش میومد تهران رو میکوبید، مردم میگفتن بذار بیان بزنن. چرا؟ به خاطر اینکه ما خودمون نمیتونستیم با این ابلیس ها درگیر بشیم، بودیم شاید از بیرون طرف بیاد بزنه، حالا از این ستون به اون ستون فرجی یه کاری میکنیم. و من حتی اون مقاله سقوط اصفهان رو برای شما خوندم که نشون میداد ملت ایران در چنگال این حکومت صفوی چنان پلاسیده و مچانه شده بود که حتی در مقابل تهاجم افغان به شهری که یک بندی نزدیک که 500 هزار نفر جمعیت داشت واکنش نشون نداد، گفت بذار بیاد بزنن. این انفعال از کجا میاد؟ انفعال ریشه در کارکرد این نهاد دیانت و سیاست داره که در هم ادغام شده، درست مثل همین الان جمهوری اسلامی. همین الان هم بعضی میگن بزن امریکایی که مردم الان در جمهوری اسلامی دارن به خاطر همین هستش که مردم نمیتونن توسط احزاب و چرخای جمهوری اسلامی رو بچرخونن، رأی بدن و رئیس جمهور تعیین کنن. آقا اون بالا نشسته و تنها عزیز اون باشه، اونه و هر چی که میگه اون باید. کسی دیگه اگر قطب ایجاد کنه، این حکومت دولت جامعه دو قطبی میشه و در اثر دو قطبی و چالش نیروها سرانجام تعادل میرسه. اینا نمیخوان این جامعه از حالت تک قطبی و تک محوری و یک فردی خارج بشه. حکومت ساسانی این گونه بود، حکومت هخامنشی هم این گونه بود. علت ها رو باید از درون و بیرون بررسی بکنیم و به یک نتایج مثبت برسیم. پس اینه که بعضیا میگن در دوره هخامنشیان به خانمای حامل حقوق میدادن، نمیدونم برده ها رو دستمزد میدادن، اینها دروغی بیش نیست و اینها فقط دارن اغراق میکنن چون گذشته. دروغ هم نباشه، ممکنه به یه تعدادی هم رأی میدادن، شما در نظر بگیرید، ولی مسبب رشد بنیادین جامعه نشدن و به همین خاطر هستش که نگاه میکنیم میبینیم ما سجایای اخلاقی اون آخری شاه هخامنشی رو با کوروش و داریوش نمیتونیم مقایسه بکنیم. چرا؟ برای اینکه این هرم ایستا و سکونزای سلطنت در درون خودش پوسیدگی و کهنگی رو داره و اجازه تجدید نظر رو نمیده و همین خاطر هستش که کشورهای اروپایی از 400-500 سال پیش که رفرم مذهب کردن و گفتن که قانون اساسی که تا دیروز تورات و انجیل برای ما تعریف میکرد میگذاریم کنار، قانون اساسی جدید مینویسیم و هر 5 سال به 5 سال هم موادش تجدید نظر میکنیم ببینیم خوب کار میکنه یا نه. اگه بد کار میکنه بهش پاراگراف اضافه میکنیم، اگر خوب با پاراگراف هم اضافه کردن درست نمیشه بالکل قانون رو میذاریم کنار. و همین خاطره که کشور قوانین اساسی کشورهای جهان یه چیزی یک دفترچه انقدری 150 صفحه ولی پاراگراف هاش 1,000,000.
بسیار ممنون. چرا؟ برای اینکه این چیز باز گذاشتن که تجدید نظر بشه، تکمیل بشه. در قوانین الهی قوانین تکمیل بشه نیست، ابدی ازلی است. بله، حالا که صحبت از قوانین الهی کردین، دوستی به نام رضا با ایمیل نوشته که از مهمانتون بپرسین که تفاوت بین دموکراسی و مذهب چیه. البته دیگه امروز فرصت نداریم، شاید این تاپیک یا موضوع خوبی باشه تا در برنامه آینده درباره‌اش صحبت کنید، تفاوت بین دموکراسی و مذهب. از شما ممنونم. کوتاه‌تر یک دقیقه توضیح میدم. بفرمایید. تفاوت دموکراسی، دموکراسی یعنی دموش یعنی مردم و کراسیش یعنی حکومت، و مذهب یک ساختار ایستا و سکونزا داره، هرمیه، در قاعدش توحید، در ازلا توحید نبوت و معاد، و در اون بالا خدا قرار گرفته که تجدید نظر در اون نمیشه کرد، در اصول و فروعش نمیشه شما تجدید نظر کنید. اما در قوانین دموکراسی مردم تعیین میکنن و قانون رو تعیین میکنن، همونطور که رئیس جمهور رو تعیین میکنن قوانین رو هم مینویسن توسط مجلسشون. بفرمایید. بسیار ممنونم. خب دوستان عزیز، امروز هم برنامه خوبی بود و این برنامه تا چهارشنبه هفته آینده هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه، روی فیسبوک باقی میمونه، روی یوتیوب در به مدت یک ساعت دو ساعت دیگه قرار داده میشه، و اگر لطف کنید با دوستانتون هم شیر کنید از شما ممنونم. اگر صحبتی دارید بفرمایید آقای خداوند رو، اگه نه که به امید دیدارتون چهارشنبه هفته آینده. نه صحبتی ندارم عزیز، بدرود شما و شنوندگان بینندگانتون. ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، به امید دیدم. خب دوستان عزیز، این هم برنامه امروز. آقای یزدان خداوندلو از آلمان، ایشون در رابطه با آسیب شناسی فرهنگی صحبت میکنه، خیلی خوبه. برای که برنامه هاشون یه نواخت نباشه، از موضوعات دیگه هم که در رابطه با همین هست استفاده میکنن تا تنوع خاصی به برنامه ها ببخشن. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. بارها گفتم فقط یک تماس از شما و دنباله کارها از ما. امروز ساعت 5 بعد از ظهر با آقای پرویز مینوی هستیم از تگزاس و برنامه ها رو پی میگیریم با اشعاری از خیام با صدای احمد شاملو، و طبق معمول این برنامه ها روی پلیلیست خواهند بود. روز روزگار بر شما عزیزان خوش.